برای بعض این مجیب مهرداد مدیر مسئول روزنامه هشت صبح و عبدالمنان شیوای شرق موین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در استدیو دعوت شدن که آقای شرق تا لحظات دیگر در میز خواهند پیوست اما آقای مهرداد حضور دارند در برنامه خوش آمدین برنامه پرسش نخست، این بود که چند خبرنگار تا حال در رویدادهای های حراس از دست رفتن که آمار دقیق احتمالا دست آقای شرق خواهد بود اما موارد بوده که خبرنگاران به گونه عمدی از طرف حراس افغانان هدف تعیین شده باشند و آماج قرار گرفته باشند عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت بیندگان عزیز شما اول واقعا بسیار جای تاسف است که ما دوباره درباره تلفات خبرنگارا و حملاتی که برای خبرنگارا میشه صحبت میکنیم متاسفانه رسانه های افغانستان در سالهای گذشته همواره از طرف گروه های حراس افغان مورد حمله قرار گرفتن و متاسفانه سال به سال این حملات نه تنها کاهش نیافت که افزایش هم داشت من یادم میه که در سال 94 یک گزارش نهاد نی نشر کرده بود که در اوجه گفته بودن که سال 94 خونین ترین سال برای خبرنگار است ولی ما دیدیم که ای اتفاقات حملات بر خبرنگاران و جورنالست ها در سالهای بعد تکرار شد و متاسفانه ما هنوز هم نمیتونیم یک آینده امنی را برای کار اطلاع رسانی در افغانستان تصور بکنیم تهدیدها هنوز پابرجا هستند و با وجود با وجوده که نهادایی که گروه که حمله میکردن معمولا گروه های مشکوک حمله میکردن و آدرس های بسیار مشخصی هم برای گروه که مسئولیت حملات هم می پذیرفتن وجود نداشت ولی به هر حال مخالف های مسئله دولت بالاخره هر گروهی که باشن اینا در ای حمله به خبرنگارا سهم داشتن مسئولیت دارند و امیدوار هستیم که این حملات امسال و در سالهای آینده کاهش پیدا بکنن بسیار خوب تعدید ها با, با, با وجود که وجود داشتن در حال کلانتر شدن و سخت‌تر هم شدن ببینید چند پیش ما شاید حمله بر خبرنگاران و کارکنان تلویزیون خورشید بودیم <تص> <آه> که توسط ماین ما چسبکی مورد حمله قرار گرفتن و هیچ معلوم هم نیست که چه کسانی حملات در, در موارد انجام میتن و متاسفانه یا جای نگرانی هست بدل که نوعیت حملات هم یک کم متفاوت تر شده شو. تشکر آقای شرق خوش آمدین به برنامه وقتتان بخیر درباره باره خبرنگاران و تهدیدها در برابر خبرنگاران و کار خبرنگاری میپرسیدم شما آمار دارین چند خبرنگار با ویژه پس از سال 2001 تا حال در رویدادهای حراس افگرانه جان را از دست دادن بسم الله الرحمن الرحیم درود خدمت شما و مهمان گرامیتان و بینده های برنامه اول بگذارید نکته را بگم که با سازی افغانستان پسا یک جنگ طولانی خونین بها میطلبه این بها هم از نیروهای امنیتی و هم از نیروهای آزادی بیان و روشنگری افغانستان قیمت خود را گرفته و ما جانی ارزشمند بسیاری از نیروهای امنیتی و خبرنگاران خود را در این راسا از دست دادیم به همین منظور بهای بسیار سنگین پرداختیم که به سادگی هم نبات این ارزش‌های پسا طالبانی که از 2001 به این طرف شکل گرفته هدر بره نکته ای که شما مطرح کردین در پرسشتان آنگونه که آمار به دست ما آمده و در تازه ترین یک هماندیشی یا سیمینار منطقه ای اما آمار شهده رسانه را از نادهای مسئول گرفته بودیم 133 خبرنگار از دوره جدید به این طرف شهید شدند و بیش از صدها نفر ما زخمی داریم پشت سر این عملات افغانان هست دشمنان مردم افغانستان هست و کسانی که ثبات و توسعه و بهگشت افغانستان را نمیخواهند کسی افغانستان همون طوری که در زندان ها چهره های ارزشمندی را قربانی گرفته مردم سالاری و روشنگری و یک آینده با ثبات و یک جامعه برخواسته از آگاهی قربانی خود در این دوره پسا طالبانی گرفته که جای همه شهدای آزادی بیان افغانستان به برین و یادشان گرامی باد. تشکر موارد با عمدی حمله بر رسانه ها هم ثبت شده در, در گذاشته پدقل تا چند سال پیش این بس حاکم نبود حال رسانه ها و نهادهای خبرنگاری و اطلاع رسانی هم هدف شدند بله چون در افغانان و کسانی که مخل اوزای دولتداری و ثبات سیاسی در افغانستان هستند نیروهای آگاه بخش و رسانه که رکن چهارم هستند را به عنوان یک خطر تلقی می چون رسانه به عنوان دستگاه یا نیرویی که تمام جنایت و خنایت نقض حقوق بشر و تمام نسل کشی و انسان کشی آنچه که خلاف حقوق و موازین بشری هست و سانه ها به صورت بیطرفی را باستاب میتن برای جنایت پیشگان و نیروهای در شتفگن که خشونت مهوری ترین خواستشان هست و قتل و کشتار اهداف بسیار نجیبانه ذهنشان پین داشته میشه هر گونه آگاهی و روشنگری دشمنی تلقی میشه در ذهنیتشان ببینین ترور دهشت ترس و نابرابری بیعدالتی خون و وحشت ایجاد میکنه رسانه پیاماور آزادی و آگاهی و خیرت بالندگی خوشبختی هنر سرانجام سزاواره ها و رستگاری ها برای مردمی هست که مخاطبش است. تروریزم و دشت افغانی با چنین مسائلی جور در نمی آیا. و از سوی دیگر ارقدر ماهیت فرهنگی و ماهیت فکری نیروهای دشت افغان از نشانی رسانه ها باستاب پیدا می و شناخت گرفته میشه و صفشان ضعیف میشه خامخا در امو محتوا یا در منظومه مبارزاتیشان تلاش میکنن که چین منابعی را خنسا بکنن ترس ایجاد بکنن تا امو استبداد یا فکری دشت افغانی که دارن برای از او بیشتری مناسب داشته باشه بسیار کوتا آقای شرق وقت ثابت شده که چون این روی کرده از طرف مخالفان مسلی حکومت دولت هر که شما بگین جریان داره چون این تلاش ها چی شد باید چی شده تا حال به خاطر مسئولیت خبرنگاران دولت های متحد و دولت های هدفمند دورنمای مشخصی خود را دارند یعنی دارای یک راهبردی هستند که اون راهبرد باید در تمام سطوح زمینه را فراهم بکنه اما از یاد نبریم که افغانستان در حال جنگ است و مورد حمله دهشت افغانی قرار داره و دشمنی که روبروی مردم افغانستان و دولت هم هست بسیار پیشیده هست در افغانستان جنگ نیابتی هم ریشه داره نیروهای استخباراتی که پیشینه مداخله و تجربه مدیریت بحران و خلق بحران در منطقه دارن دست دارن چنین یک اوزای مدیریت سیاسی بحران را نابهنجار میکنه پیچیده میکنه و دشوار میکنه اما این بهانه این نمیشه که دولت به عنوان یک دستگاه مسئول برای تامین امنیت نپردازه از یک طرف طرحهای پیشگیرانه نوادهای رسانه‌ای در امر انجام عملات تروریستی که از آدش دشت افغانان میشه بسیار ضعیف است از سوی دیگر نوی نظارت و مدیریتی دولت, دولت مردان و نوادهای مسئولی که در این زمینه باید تلاش بکنند ما باید با یک دید اصلاح طلبانه نسبت بر اوزا داشته باشیم یعنی این که هم نهادهای امنیتی و دولتی مسئولیت خود را درست انجام بتن و نظارت دقیق بکنن و هم کارکنان ارشدی رسانه و کارگزاران جامعه رسانه افغانستان با توجه به اطلاعات پیشگیرانه امنیتی که دارن و هشدارهایی که برشون داده میشه پیشگیری های را که امنیتی در اختیارشان قرار میته و آگاهی و اطلاعات را که قرار می ته. اینا خودشان نیز آماده شان به لحاظ ظرفیتی پیشگیرانه عمل کنند به گونه این مثال ما یک بررسی در این هفته پسین داشتیم بسیاری از رسانه های افغانستان آمادگی های برای دفع خطر یا جلوگیری از یک عمله دهشت افغانانه را آن که می بایست نداشتند و سوی دیگر طرحی برای بلند رفتن ظرفیت تامین امنیت نهادهای رسانه‌ای از مسئول به گونه اساسی داده نشده بود که باید داده شود بسرخ. این آسیب شناسی می که هر دو طرف کاستی هایی در کار دارن که باید به با بازسازی کاستی های خودشون بپردازن تا بتوانند پیشگیرانه عمل بکن دستی کم از تلفات بسیار زیاد جلوگیری شود که این خود میتونه یک عملی پیشگیرانه تلق. چون برای با یک نهاد رسانه‌ای آمادگی دفع یک حمله تروریستی را بگیره این مسئله روی کار نهاد کار اعضای نهاد ببینید هر رمک یک دفعه عمله تروریستی بسیار پیچیده چند لایه است که اولم برخی از دولت ها نمیتونن مالشان شوند اما شما میتونید برای خودتون یک اتاق مسئول از عملت تراحی بکن که نمیتونن مثلا جنجال آفرین باشه برای شما استفاده از ابزاری که شما در ساحه آدیسه هستین و آسکت زیره باید بپوشین این خودش میتونه مسئولیت برای خبرنگار باشه توجه بر خانواده خبرنگاری که شهید چه در اگمله توریستی میتونه مسئولیت دیساب شد به خانواده خبرنگار هم چنان دروازه ورودی انتقال کارکنان رسانه‌ای به صورت جمعی در داخل یک اتوبوس یا در داخل یک موتر که مورد هدف است این عمل خلاف ترهای پیشگیرانه امنیتی است جلوگیری از چنین رویدادهایی در واقع امون ظرفیت درست پیشگیرانه امنیتی نادها را نشان می‌دهد با گونه این مثال به یکی از تلویزیون‌های خصوصی نادهای امنیتی خبر دادن دا شما در رفت آمدتان از این موتر جمعی استفاده نکنین سرانجام دیدیم که موتر جمعی مورد هدف دشمن قرار گرفت چنین تغییری در بسیاری از رسانه ها آمده که حالا و فردی رفت آمد میکنند خود از یک ترپین داشته میشه موقع استرار را سنجیدن پیشگیران عمل کردن یک حالت استرار داشتن صندوق عاجل سیهی داشتن اینجا و رسیدگی مثلا به حالت استرار کمک های اولیه سیهی پیش بینی کردن موجودیت امبولانس ده ها مورد دیگری است که با کارکنان رسانه ای لازم است که سیاست امو در واقع طراحانشون و کارگزاران ارشدشان پیشگیرانه ایره فراهم بکنن که کمکی میکنه برای مهار کردن تلفات بیشتر شخ. خدای ناخواسته در یک حمله ای شد افغانی بالا یک نهاد است. خب مهرداد نخواست برخورد نهادهای مسئول حکومتی در کار مسئولیت خبرنگاران چقدر برخورد مناسب حال بوده یعنی مسئولیت ایجاد کرده ببینین امور رقمه که آقای شیوا گفتن از یک طرف درست است که ماهیت این حملات بسیار پیچیده است و غیر قابل پیش بینی هم از بدلیل از البته یک چیز باید یاد کنیم که رسانه کارش اطلاع رسانی است و رسانه با کار رسانه با مثلا میدان جنگ تفاوت داره و خبر نگارای ما وقتی که میرن دنبال تهیه خبر گزارش <تصفح> با این تصور نمیرن که اینا در میدان جنگ میرن به دلیل که ما در شهر کابل و در ولایت‌های افغانستان به دنبال تهیه <تصفح> خبر گزارش میریم بنان در شهرهای حداقل در کلان شهرهای افغانستان در جای مثل کابل و در مناطقی که در واقع گرین زون کابل از لحاظ امنیت هستن وظیفه دولت است که امنیت ها تامین بکنه برای خبرنگاران یعنی خبرنگار با تصور آه، 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 کار حرفه ایش به بیرون از رسانه میره و تامین امنیتش وظیفه دولت است متاسفانه در بعض موارد امور رقمی که آه، آه، خوب نه تنها رسانه ها که سایر نهادها و شهروندان نهادها اتا ملکی دولتی مسئولیت نداشتن خبرنگارای ما هم مسئولیت آنچنانی نداشتن اول به دلیل از که طبیعی که خبرنگار با این تصور نمیره بیرون که مورد حمله قرار بگیره یعنی به این دلیل که کار خبرنگار یک کار غیر جانبدارانه است کارش اطلاع رسانی است و یکی از اصول که رسانه همیشه در نظر میگیرن مسئله توازن است در خبر اینطور نمیشه مثلا حتی گروه جنگی را هم نظریاتشان در گروه مخالف مسلر هم در خبرها و ها نظریاتشان باستا به خود داره این کار رسانه است که اطلاع رسانی بکنه و در این اطلاع رسانی توازن رعایت بکنه بنابراین هیچ گونه منطقی برای ای که چنین فعالیت چنین کار مورد حمله قرار بگیره وجود نداره و با, با می تصورم را از دفاترشان میرن برای تهیه خبر و گزارش ولی متاسفانه آنچه که مسلم است ایست که در سالهای گذشته خبرنگارای ما نهادهای رسانه ما مورد حملات بسیار بیرحمانه قرار گرفتند تبیس که تمام کنوانسیونای های بین للی مسئولیت خبرنگار ها را تحکید میکنند برش و از, از طرف های جنگ همیشه یکی از خواستایشان است که باید خبرنگار را هم جزو ملکی ها قلم داد بکنند و از هر گونه تعرض به اونا جلوگیری بکنند حال, حال چند بار حجدار مستقیم با آدرس رسانه ها داده شده و تهدید مستقیم در برخ حالات حتی رسانه ها هدف نظامی پنداشته شدن از طرف مخالفان مسلح دولت افغانستان چند نمونه دار نزدتان از اقدام عملی به خاطر مسئول ساختن جان خبر ببینین حکومت افغانستان مکلفیتش است وظیفیش از بر اساس قانون آه، که آه، مسئولیت خبرنگارا را و مسئولیت نهادهای رسانه ای را تامین بکنه شده؟ باید ایره حکومت جواب بده آنچه که مسلم است ای هست که در, در که حکومت افغانستان تلاش میکنه و همیشه وعده میته در موارد هم ما باید واقعا اعتراف بکنیم که خبر هم دادن تهدید و هشدار دادن ولی از نظر ما کار حکومت افغانستان هشدار دادن نیست کار حکومت افغانستانی است که در کنار از ای که از یک تهدید آگاه میشه و در کنار از ای که برای کارهای پیشگیرانه یک رسانه در جیران قرار میته یکی از وظایف اساسیش است که منظم تحت پوشش امنیتی رسانه و کارمندهای رسانه را قرار بته و از هر گونه با از طریق از هر گونه تلفات جلوگیری بکنه یعنی ما رسانه افغانستان میخواهیم که حکومت در واقع در برای تامین امنیت رسانه ها بیشتر از آنچه تلاش کنه و اقدام بکنه که پیش ازی کرده به دلیل از اینکه متاسفانه در موارد زیادی که رسانه ها مورد حمله قرار گرفتن رسانه ها آسیب دیدن و این مسائل باید تکرار نشه از طرف دیگه ما یک خطاب دیگه هم به گروه های مخالف مساله داریم بدلی از اینکه بر اساس تمام قوانین بین و میثاق های رسانه‌ها رسانه ها از هر گونه حمله مسئول هستند و باید این اینا قوانینی هستند که حتی طرف های جنگ همگی ملزم بر رعایت از این هستند بنان خاص ما است که اینا هم ای قوانین بین المللی رعایت بکنن و بیشتر از این خبرنگارا را رسانه ها را مورد حمله قرار ندهند بدل از کار رسانه اطلاع رسانی است و مردم آگاه می‌سازند از آن که در کشور می‌گذرد در مسئله دولتداری، در مسئله جنگ در مسئله سال و توازن هم همیشه رعایت کرده. تشکر آقای شرق نیاز است تا حکومت بیشتر توجه بکنه بر رسانه ها در چنین یک وضع حساس در تردید نیست که این مسئولیت نهادهای امنیتی است که باید هم توجه جدی بر تامین امنیت همه شهروندان افغانستان خاصتا خبرنگاران داشته باشند آن گونه هم نیست که دولت واقعا کاری نکرده شما دو حمله ای که از شکردره انتحاری دستگیر شد و هدف این دو انتحار کنند در نهادهای رسانه‌ای بود کار نهادهای امنیتی بود در تازه ترین مورد دو رسانه مورد تهدید قرار گرفته. من در جلیان هستم یکی از کارکنان یکی از دسانه‌های های بین فعلا مورد پوشش امنیتی نیروهای امنیتی قرار دارد چون بسیار تهدید بالاش جدی نهاد دیگر قرار بود با موتر تونیس مورد حمله قرار بودن و مجردی که نادهای کشفی و امنیتی خبر میشه پیشگران عمل میکنه امین اکنون ما طرز عملی مسئولیت خبرنگاران را داریم و این طرز عمل هم برآمده از آستینی دولت است اگر این طرز عمل هم از جانب دولت و هم از جانب نادهای رسانه‌ای و نادهایی که حامی خبرنگاران هست مراد شود دقیقا اگر ما کلا جلوگیری اگر کرده نتونیم میتونیم واقعا مانی تلفاتی بیشتر شویم مورد دیگر این سکرتریت یا اما هنگی که میتهی مشترک رسانه ها را شورای امنیت ملی به حده داره شما در هر جلسه ای که برگزار میشه پرونده هایی که ببینین اونجا مورد معرفی قرار میگره ببینین در بسیار زمینه ها توجه جدی برای تامین امنیت هست اما این کافی نیست ما باید جدیت خود داشته باشیم وضعیت استرال و وضعیت بحرانی تا وضعیت اندک بحرانی تر متفاوت است که او برنامه ریزی متفاوتی خود را تقاضا دارد افزون بر مخالفان مسئله دولت در برخ موارد حکومت و اعضای حکومت و دولت هم و بدرفتاری و وضع محدودیت و چنین مسائل در برابر خبرنگاران متهم هستند از جمله ندادن اطلاع پیشرفت در این زمینه وجود دارد تا حال دیده این خبرنگار با خشونت از طرف یک عضو حکومت یا یک کارمند حکومت روبرو شده باشه و بالاخره پرونده او بررسی و نهایی شد چند مورد اول اینکه هر کسی اگر محدودیت ایجاد میکنه خلاف قانون کار میکنه و این عمل یک عمل دهشت افغانانه هست آزادی بیان سانسور پذیر نیست و محدودیت پذیر نیست ما این چتر را و این آبرو را که آبرو این خاک است به هیچ چیزی را عوض نمی کنیم و این را مسئول نگه می در این زمینه تعهد شخصی ما به عنوان مؤین که کاملا تغییر ناپذیر است و, اما, اما... و مسئولین متحد مثلا چند مورد خبرنگاران مورد خشونت قرار گرفته بودند شکایت کردند و نهادهای مسئول هم میخواستن رسیدگی بکنن کار 80 درصد پیش رفت پس آن خودی خبرنگار و نهادی رسانه‌ای خواست که پرونده تا به آخر نرسد اما مورد هم بوده که اطلاعات در اختیار خبرنگاران قرار نگرفته ما کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات را داریم این قانون نافیز هست برحال هست و هر کسی اگر خلاف این قانون کار میکنه در هر سطحی باشه خلاف قانون کار کرده و باید پاسختی باشه در امر دادخواهی و اوزای خبرنگاران چی در سطح ولایات و چی در, در مرکز هر جایی اگر نقضی میشه قانون و حق خبرنگار زیر پا میشه ما مسئولیت داریم دادخواهی میکنیم هر گونه خواستی مشروع و قانونی ده که قانون پیش بینی کرده برای امین حمایت هم هستیم ورنه ما چی فرق داریم با عمل کردی در افغانان که در برابر خبرنگاران هستند در, در سطح کشور بیخشونت هم نبوده اما یک شبه نمیشه همه چیز درست و آه سالم آه سامان داد ولی این چالش ها رو میشه با تدبیر با جدیت با قانونگرایی با نظارت دقیق با دادخواهی درست و با پشت کار خودی خبرنگاران برچی تا زمینه را مساعد بکنیم برای فراگستر شدن هرچی نامحدودیت آزادی بیان در سرزمینی به نام افغانستان خب اراده وجود داره قطعا من, خوب من, خوب من خوب که به این عنوان مهین نشرات هیچگاهی زمینه را برای محدودیت آزادی بیان اگر کسی خواسته باشه محدودش بسازن نمی مانع مانعی کار خواهیم شد و تعهد دولت برای پاسداری از آزادی بیان و حقوق خبرنگاران آزادی رسانه ها قطعا که هستم این اکنون یک زندانی سیاسی خبرنگار و رسانه‌ای و نویسنده شما در زندان ندارین شما با منطقه نگاه بکنین حالا این گونه نیست که من مهین دولت هستم این عینک این را در چشم بگذارم واقعا به است که وقتی ما زندانی رسانهی در داخل زندانهای افغانستان نداریم این تعهدیم است صحب تشکر و مهرداد صاحب دو بس. یک خشونت هایی که از جانب عراقین حکومت در برابر خبرنگاران رخ داده بررسی شده و چیزی که آقای شرق میگن در آخر کار و نزدیک شدن به پایان کار خود خبرنگار یا رسانه منصرف شده بس و دوم بس اطلاع رسانی در هفته پیش دو مقام حکومت افغانستان از طرف کمیته دسترسی به اطلاعات کسر ماش شدن دو بس هر دو حل شده است چنانه که آقای شرق میگه یا نه مشکلات بود خوب ببینین من فکر می کنم که بحث محدودیت ها بر آزادی بیان یک مقدار یک بخشش برمی بر فرهنگ حاکم جامعه ما یعنی ما در تمام نهادها یک روی در واقع وجود داره که یک بخش از این ای رقم خودشان نشان میته که با تهدید و تخویف خبرنگارا بخصوص زمانی که گزارش های تحقیقی را خبرنگارا کار میکنن از از جانب نهادها متاسفانه بعضی تهدیدها دریافت میشه البته یک چیز باید یاد بکنیم که ما موارد بسیار سریح طبیعی که ما یک حکومت دموکراتیک هستیم یک نظم دموکراتیک است و ما موارد بسیار خشونت باره را شاهد نیستیم از تهدیدی از جانب حکومت منتها مثلا از جانب بعضی زورمندا و اینا متاسفانه تهدیدا وجود داره و این چیزی است که نباید نادیده گرفته شود و چند پیش یکی از رئیس ها یکی از رسانه ها بله. متاسفانه مورد ضرب و شتم قرار دادن یکی از زورمندا و اینا چیزی است که تشکر. در مورد حق دسترسی به اطلاعات هم خدمت شما عرض بکنم که در این زمینه هم خود کمیسیون دسترسی به اطلاعات شکایت داشتن که بعضی بله. نهادها معلومات را که خبرنگاران میخواین بر از نمیتن و امیدوار هستیم که این فرهنگ سکوت در برابر سوالات خبرنگارا امیدوار است که فرهنگ پاسخگویی جایگزین شد تشکر آقای مهرداد مدیر مسئول روزنامه هشت صبح و آقای شرق موینه نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ از در برنامه